لعنت به احساسات. ببینید، میدونم که فکر میکنید احساس ناراحتی یا عصبانیت یا استرابی که تجربه میکنید احساسات مهمین. فکر میکنید که ارزشمندن. حتی لابد فکر میکنید چون احساساتتون خدشه‌دار شده شما خاص هستید. اما اینطور نیست. احساسات فقط چیزایین که اتفاق میفتن. معنایی که ما به اونها میبخشیم، این که تصمیم میگیریم مهمن یا نه، بعد از اون شکل میگیره. تو زندگی فقط دو تا دلیل برای انجام هر کاری وجود داره. الف، چون حس خوبی بهتون میده. ب، چون کاریه که معتقدید خوب و درسته. یه وقتایی این دو تا دلیل همسو میشن. کاری میکنید که هم حس خوبی به شما میده و هم کار درستیه. و این واقعا معرکه است. بیا جشن بگیریم. اما اغلب مواقع این دو تا دلیل همسو نیستن. بعضی وقتا کارتون حس بدی داره اما کار درستیه. مثلا چی؟ بیدار شدن ساعت 5 صبح و رفتن به باشگاه. گذروندن بعد از ظهر با مادر بزرگتون. و چیزای شبیه به این. ولی بعضی وقتا کارتون حس خیلی خوبی داره اما انجامش اشتباهه. مثال نیارم دیگه. رفتار کردن بر اساس احساساتمون آسونه. چیزی رو احساس میکنید بعد کاری رو انجام میدید. مثل خاروندن جایی که میخاره. احساس آسودگی و اتمام خاصی به دنبالش میاد. یه نوع احساس رضایت سریع. اما این احساس رضایت به همون سرعتی که به وجود میاد از بین میره. رفتار کردن بر اساس اون چه که خوب و درسته کار دشواریه. اول از همه دونستن کار خوب و درستم همیشه واضح نیست. اغلب باید بشینید و به دقت فکر کنید. اغلب باید به نتیجه گیری هامون مشکوک باشیم یا با غرایز ابتداییمون مقابله کنیم. اما وقتی کار درست رو انجام میدیم، تأثیرات مثبت اون تداوم بیشتری دارن و بعد از سالها هم با یادآوری اونها احساس غرور میکنیم. واسه دوستان و اقواممون تعریف میکنیم. جوایز کوچیک و خوشگلی به خودمون میدیم و اونا رو به دیوار دفتر کارمون آویزون میکنیم. نهایتا منظورم اینه، انجام کار درست اعتماد به نفس خلق میکنه و به زندگیمون معنا میده. ذهن حیله‌گر شما. پس باید همیشه احساساتمون رو نادیده بگیریم و کار درست یا خوب رو انجام بدیم دیگه، نه؟ ساده است. خب راستش اینم مثل بسیاری از کارهای زندگی ساده هست، اما الزاماً به این معنا نیست که آسونم هست. مشکل اینجاست که ذهن دوست نداره تو تصمیم گیریهاش دوچار تضاد بشه. ذهن عدم اطمینان یا ابهام رو دوست نداره و هر ترفند ذهنی رو به کار میگیره تا از آزردگی خاطر جلوگیری کنه. راه مورد علاقه ذهن ما برای انجام این کار اینه که خودش رو متقاعد کنه هر کاری که حس خوبی میده همون کار درست و صحیحه. پس شما میدونید نباید بستنی بخورید، اما ذهنتون میگه امروز روز سختی داشتی، یه ذره بستنی که نمیکشدت. و شما میگی حق با توه، مرسی ذهن خوبم. کاری که حس خوبی بهتون میده ناگهان احساس درست بودن میده. بعد شما بدون خجالت یه قاشق بزرگ از بستنی گارسیای گیلاسی رو میبلید. میدونید که نباید تو امتحانات تقلب کنید، اما ذهنتون میگه برخلاف این بچه ننه ها تو دو نوبت کار میکنی که شهریه دانشگاه تو بدی. هر از چنگاهی یکم کمک نیاز داری. اگه کارهایی از این قبیل رو مدتی طولانی انجام بدید، اگه مدام خودتون رو متقاعد کنید که کاری که حس خوبی میده همون کار درسته، ذهنتونم این دو رو واقعا با هم اشتباه میگیره. ذهنتون آروم آروم به این نتیجه میرسه که کل هدف زندگی کردن اینه که به بیشترین دفعات ممکن احساسی فوق‌العاده داشته باشیم. زمانی که این اتفاق رخ بده، دیگه کم کم خودتون رو گول میزنید که احساساتتون واقعا اهمیت دارن و وقتی این اتفاق بیفته، خب حالا اگه این حرفا به مزاجتون خوش نمیاد، کافیه یه لحظه درباره اونها تأمل کنید. به احتمال زیاد هر مصیبتی که تو زندگی گرفتارش شدید به دلیل پیروی از احساساتتون بوده. بدون فکر عمل کردید یا خیلی حق به جانب بودید و خودتون رو مرکز جهان هستی تصور میکردید. میدونستید احساسات باعث میشن اینطوری فکر کنید؟ احساسات باعث میشن خودتون رو مرکز جهان هستی بدونید و متاسفم که باید بهتون بگم اینطوری نیست.
خیلی از جوونا از شنیدن این موضوع نفرت دارن، چون با والدینی بزرگ شدن که تو کودکی احساساتشون رو پرستش میکردن، از اون احساسات مراقبت میکردن و سعی میکردن هر قدر شکلات و کلاسای شنا لازمه براشون تهیه کنن تا اون احساسات لطیف و گرم محفوظ باقی بمونن. متاسفانه علت چنین رفتاری تو این دسته از والدین پیروی خود اونها از احساساتشون بوده، چون اونا حتی لحظه‌ای تحمل دیدن تقلای فرزند خودشون رو نداشتن. اونا متوجه این موضوع نبودن که بچه‌هاشون نیاز دارن به میزان کنترل شده‌ای سختی بکشن تا از لحاظ ادراکی و احساسی یاد بگیرن که در واقع با تجربه شکست میشه در مسیر دستیابی به موفقیت قرار گرفت، و اینکه همیشه توقع احساس خوب داشته باشن یه روش تضمین شده برای نداشتن هیچ دوستی در بزرگسالیه. بنا کردن زندگیتون حول احساسات به دلایل زیر مشکل سازه. 1. احساساتتون مستقلن. اونا تماماً و منحصراً توسط خودتون تجربه میشن. احساسات شما نمیتونن به شما بگن چه چیزی واسه مادرتون یا شغلتون یا سگ همسایتون مفیده. اونا نمیتونن بگن چه چیزی برای محیط زیست مفیده، یا نمیتونن بهتون بگن چه چیزی برای مجلس شورای بعدی لیتوانی مفیده. تنها چیزی که میتونن به شما بگن اینه که چه چیزی برای شما مفیده، که حالا خود این موضوع هم جای بحث داره. 2. احساساتتون موقتی‌اند. اونا فقط در چند لحظه اولیه برانگیخته شدن احساس میشن. اونا نمیتونن بهتون بگن چه چیزی برای یک هفته یا یک سال یا 20 سال شما مفیدن. اونا نتونستن بهتون بگن چه چیزی در کودکی برای شما مفید بود یا چه رشته‌ای رو باید تو مدرسه میخوندید. تنها کاری که میتونن انجام بدن اینه که بهتون بگن چه چیزی در حال حاضر براتون مفیده، که اینم باز جای بحث داره. 3. احساساتتون دقیق نیستن. تا به حال شده در حال صحبت با دوستی باشید و حرف زشتی ازش بشنوید و ناراحت بشید و بعد معلوم بشه اون اصلا اون حرف زشت رو نزده و فقط شما اون رو اشتباه شنیدید؟ تا به حال به خاطر دلیلی واهی از یکی از نزدیکانتون ناراحت شدید یا بهش حسادت ورزیدید؟ برای مثال تلفن اونا خاموشه و شما فکر میکنید اونا از شما متنفرن و هیچ وقت دوستتون نداشتن و فقط ازتون برای رسیدن به بلیطای کنسرت سوء استفاده کردن؟ یا آیا تا به حال مشتاق دنبال کردن موضوعی بودید که فکر میکردید شما رو به موفقیت بزرگی میرسونه، اما بعدها متوجه شدید فقط موضوعی برای ارضای نفس خودتون بوده و تو این مسیر افراد زیادی رو که بهشون اهمیت میدادید از خودتون رنجوندین؟ احساسات به طور کلی در تشخیص حقیقت ضعیفن و مشکل همینجاست. چرا غلبه بر احساسات دشوار است؟ هیچ کدوم از حرفایی که میزنم تعجب‌آور و جدید نیستن. در واقع شاید قبلاً سعی کردید بر احساسات منفور و هوس‌هاتون غلبه کنید، اما در انجام این کار ناکام موندید. مشکل اینجاست که زمانی که سعی میکنید احساساتتون رو کنترل کنید، احساساتتون چند برابر میشن. دلیل این موضوع اینه که ما نه تنها احساساتی درباره تجاربمون داریم، بلکه احساساتی درباره احساساتمون داریم. من به این احساسات میگم فرا احساس، که تقریبا همه چیزو از بین میبرن. فرا احساسها به 4 دسته تقسیم میشن: نفرت از داشتن احساس بد، که در واقع همون بیزاری از خوده. نفرت از داشتن احساس خوب، که بهش میگیم عذاب وجدان. لذت از داشتن احساس بد، که بهش میگیم حق به جانب بودن. لذت از داشتن احساس خوب، که بهش میگیم خودشیفتگی. خب حالا دونه دونه بررسیشون میکنیم. اگه دوست دارید یه کاغذ قلم بیارید و یادداشت بردارید. اولی چی بود؟ نفرت از داشتن احساس بد، که بهش گفتیم بیزاری از خود. شامل چیه؟ انتقاد بیش از حد از خود، رفتار عصبی و استرسی، سرکوب احساسات، اظهار فراوان صمیمیت و خوشرویی مصنوعی و وجود این حس که اشکالی در شما وجود داره. حالا دومی،
نفرت از داشتن احساس خوب که بهش میگیم عذاب وجدان. احساس عذاب وجدان مزمن به طوری که انگار لیاقت خوشحالی رو ندارید. مقایسه پیوسته خودتون با دیگران. وجود این حس که یه چیزی اشتباهه در حالی که همه چی عالیه. انتقاد و منفی بافی نابجا. خب بریم سراغ سومی. لذت از داشتن احساس بد که بهش میگن حق به جانب بودن. خشم اخلاقی، نگاه تحقیرآمیز به دیگران. وجود این حس که شما لایق چیزی هستین که دیگران لایقش نیستن و جستجوی مداوم احساس ناتوانی و قربانی بودن. و آخری لذت از داشتن احساس خوب، همون خودشیفتگی، همش تبریک گفتن به خود، دست بالا گرفتن خود به شکل مزمن، خودباوری کاذب، ناتوانی در کنار اومدن با شکست یا عدم پذیرش، پرهیز از مقابله و ناراحتی و اینکه دائما فقط به خودتون فکر میکنید. در واقع فرا احساسها داستانی هن که ما درباره احساساتمون به خودمون میگیم. اونا احساس حسادتمون رو توجیه میکنن، ما رو برای غرورمون تحسین میکنن و ما رو توی درد و رنج هامون غرق میکنن. اونا اساساً مشخص میکنن چه چیزهایی موجه یا غیر موجهن. اونا همون بایدها و نبایدهایی هن که در نحوه واکنش احساسیمون پذیرفتیم. اما احساسات واقعاً کاری به بایدها و نبایدها ندارن، یادتون که نرفته. احساسات مزخرفن. پس در عوض این فرا احساسها معمولاً ما رو حتی بیشتر از قبل از درون فرو میپاشن. اگه همیشه از داشتن احساس خوب لذت ببرید، فقط به خودتون فکر خواهید کرد و خودتون رو نسبت به اطرافیانتون برحق تر میبینید. اگه داشتن احساس خوب موجب تنفر نسبت به خودتون میشه، پس به توده متحرکی از عذاب وجدان و شرمساری تبدیل میشید. انگار لایق هیچ چیز نیستید، موفقیتی به دست نیاوردید و چیز با ارزشی برای عرضه به جهان اطراف ندارید. افرادی هم هستن که از داشتن احساس بد نفرت دارن. این مثبت اندیشان همیشه با این ترس زندگی میکنن که حتی میزان کمی درد و رنج نشونگر اینه که اونا به شدت مشکل دارن. این همون حلقه بازخورد جهنمیه که فرهنگ، خانواده و عمده صنعت خودیاری ما رو به دام اون میندازن. اما شاید بدترین نوع فرا احساسها رایج‌ترین اونهاست. لذت از داشتن احساس بد. افرادی که از داشتن احساس بد لذت میبرن، از نوعی خشم حق به جانب لذت میبرن. اونا رنجشون رو نشانه برتری اخلاقیشون میدونن. انگار تو این جهان بیرحم قربانی شدن. این قربانی شدگان خود بزرگ بین دنبال روی همون کسایی هن که میخوان تو اینترنت زندگی اشخاص دیگر رو به گن بکشن. کسایی هن که میخوان به سمت آدمایی حمله ور بشن که دارن توی دنیایی سخت و پیچیده بهترین تلاش خودشون رو میکنن. خیلی از ستیزه های اجتماعی که امروز شاهدشون هستیم نتیجه همین فرا احساس ها هستن. طمع سر به فلک کشیده، در حالی که ثروتمندا خودشون رو به دلیل ثروت‌هاشون تحسین میکنن و همزمان نرخ اضطراب و افسردگی در حال افزایشه، چرا که قشر متوسط و پایین جامعه از احساس جاموندگیشون نفرت دارن. این روایت‌ها نه تنها توسط خودمون ساخته میشن، بلکه توسط روایت‌های ابداعی رسانه‌ها هم تقویت میشن. مجریای برنامه‌های تلویزیونی هیزوماور آتش حق به جانب بودن میشن و مردم رو به ترسی نامعقول از فروپاشی اجتماع پیرامونشون معتاد میکنن. فرهنگ مصرف‌گرایی شما رو به سوی تصمیم‌گیری بر اساس احساس عالی سوق میده و بعد از شما بابت تصمیم‌های گرفته شده قدردانی میکنه و مذاهب هم به ما میگن از احساسات بدمون نفرت داشته باشیم. کنترل معنا، نه کنترل احساسات. برای خونسا کردن اثرات این داستان‌ها باید به این حقیقت ساده برگردیم که احساسات الزاماً مهم نیستن. اونا صرفاً معنای رو میپذیرن که ما برای اونها مقرر میکنیم.
شاید امروز غمگین باشم. شاید 8 دلیل مختلف برای غمگین بودن امروزم وجود داشته باشه. شاید بعضیاشون اهمیت داشته باشن و چند تاشون هم بی اهمیت باشن. اما من تصمیم میگیرم که کدومشون اهمیت دارن. این مهارتی که امروزه به طور مخاطره آمیزی داره محو میشه. یعنی توانایی جداسازی معنا از احساس. توانایی گرفتن این تصمیم که صرفاً به خاطر اینکه چیزی رو احساس میکنید به این معنی نیست که زندگی همون چیزه. لعنت به احساسات. گاهی اتفاقات خوب باعث نفرتتون میشن. گاهی اتفاقات بد در شما لذت میآفرینن. اما این موضوع این حقیقت رو که خوبن یا بدن تغییر نمیده. گاهی به خاطر لذت بردن از اتفاقی بد ناراحت میشید و گاهی به خاطر نفرت از اتفاقی خوب خوشحال میشید. اصلا میدونید چیه؟ لعنت به همشون. ول کنید بابا. حالا همه اینا به این معنی نیست که باید منکر احساساتتون بشید. احساسات مهمن، اما نه به خاطر اون دلایلی که ما فکر میکنیم. ما فکر میکنیم احساسات به این خاطر مهمن که چیزی راجع به خودمون، جهان و ارتباطمون با جهان بهمون میگن. اما احساسات هیچ کدوم از اینا رو نمیگن. هیچ معنایی به احساسات متصل نیست. گاهی به خاطر دلیل خوبی صدمه میبینید. گاهی به خاطر دلیلی بد و گاهی هم بی دلیل. خود صدمه دیدن نوعی اتفاقه. دلایل مستقل از اتفاقن. منظورم اینه که انتخاب با خودتونه. خیلی از ماها این حقیقت رو فراموش کردیم یا هیچ وقت متوجهش نشدیم. اما ما تصمیم میگیریم دردمون چه معنایی بده. درست همونطور که تصمیم میگیریم موفقیت هامون نشون دهنده چه چیزی باشن.